أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بندگانی معزز و محترم و مکرم، دوستانی ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 128 برنامه خودتان، برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه قسمتی گذشته در مورد رکن چهارمی از ارکان اسلام روزه هست که در قسمتی گذشته در مورد حکم روزه، همچنین تعریف روزه و حکمت از مشروعیت روزه و شروط وجوب یا شروط وجوب روزه خدمت شما بودم و اینها را در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردم. و در این قسمتی از برنامه فضائل و برتری های روزه را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان خواهم کرد. روزه ماه مبارک رمضان یا روزه به شکل عام مانند دیگر عبادت ها دارای فضائل و برتری های زیادی هست و ویژگی های زیادی هست که به خاطر تشویق و ترغیب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آنها را بیان کردند. و از جمله این فضائل و برتری ها این است که روزه عبادت است که مثل و مانند ندارد. روزه تک و یکتا هست، مانند دیگر عبادت ها به مثیل و به مثال هست. امام احمد و امام نسائی رحمت الله علیه از حضرت ابو امامه باهلی رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان محضر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمدند و فرمودند که یا رسول الله مرنی بامر ینفعنی الله به، ای رسول خدا مرا به امر و به یک عبادت امر کن که آن را بکنم و الله متعال بر ما فایده و نفع از او را برساند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که علیک بالصوم فانه لا مثل له، تو روزه را بر خود ملزم بگردان، همیشه روزه بگی. فانه لا مثل له، این روزه عبادت است که مثل و مانندی ندارد، تک و یکتا هست. و همچنین فضیلت دیگری از فضائل روزه این است که روزه عبادت است که او را الله متعال به خود نسبت داده است. همه اعمال را الله متعال به بنده خود نسبت می دهد که از بنده من هست، اما روزه را الله متعال به خود نسبت می دهد. و نسبت دادن این عبادت جلیل و بزرگ به ذات اقدس الهی دلالت می کند به فضیلت و برتری این عبادت. در حدیث متفق علیه از آمده که از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند، قال الله عز وجل، الله عز وجل فرمود، این حدیث حدیث قدسی گفته می شود، حدیثی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را به الله متعال نسبت می دهد، حدیث قدسی هست چون لفظش از لفظ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و اما معنایش از جانب الله متعال است. الله متعال فرمودند که کل عمل ابن آدم له الا الصوم، هر عمل ابن آدم بری از او هست مگر صوم از من هست. علما این تعبیر را یکی این معنا کردن که هر عمل ابن آدم در روز قیامت یعنی در بدل گرفته می شود مگر روزه گرفته نمی شود. به این معنا که هر عملی که ابن آدم میکند وقتی که روز قیامت می آید به بدل داده می شود. یک کسی را دشنام داده، یک کسی را داو زده، یک کسی را غیبت کرده، آنها حق دارند که سر ازی دعوا کنن و از عملی ازی گرفته شوه، برای از اونها داده شوه، جز روزه. الله تعالی می فرمه که روزه از من هست و کس حق ندارد که او را در روز قیامت هم حتی به بدل بگیرد، بلکه جزا و اجری از او به طور کامل و اکمل در روز قیامت برای بنده داده می شود. الا الصوم فانه لی و انا اجزی به، مگر روزه که روزه برای ما گرفته شده هست و من جزا و اجر از او را، پاداش از او را برای بنده خود میدهم، چون روزه
عمل سری هست، غیر از الله متعال کسی دیگه از او خبر نمیشود تا که انسان خودش خبر نبدهد. و اخلاص در این کار، در این عبادت خیلی عظیم و بزرگ است، لذا این را الله متعال به خود نسبت میدهد که روزه از من هست و من جزا و اجر و پاداش از او را در روز قیامت برای بنده خود میدهم. و نسبت دادن یک عمل به ذات اقدس الهی دلالت میکند به قدسیت و به فضل و برتری این عمل. و همچنین از فضایل روزه این است که قسمی که قبلا هم خدمت شما عرض کردم که روزه بر انسان صبر را می آموزد. روزه مدرسه است که آموزننده صبر است بر انسان، و در روزه هست که انواع سیگانه صبر در او جمع شده، که هم صبر به طاعت الله متعال و هم صبر به اجتناب معاصی الله متعال و هم صبر به قضا و قدر الله متعال. و وقتی که انسان مسلمان صبر را کمایی میکنه توسط روزه، اجری از او بدون حساب و بدون کتاب داده میشود. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله متعال اجر صابرین را بدون حساب برایشان میدهد. پس به معنا که اجری روزه دار بدون حساب برش داده میشود. و از جمله فضایل و برتری های روزه این است که روزه در روز قیامت شفیع صاحب خود می باشد. کسی که روزه دار هست، روزه می گیرد در دنیا، این روزه شفاعت از او را در روز آخرت می کند. امام احمد و امام طبرانی و همچنین امام حاکم از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت می کنند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: الصیام و القرآن یشفعان یوم القیامت للعبد. روزه و همچنین قرآن کریم در روز قیامت برای بنده شفاعت میکنند. یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعنی فیه. روزه میگوید که پروردگارا، من این بنده را از خوردن طعام و از نوشیدن شراب در نهار، در روز روزه، او را در از طرف روز منع کردم، و به خاطر که روزه بود نه طعام خورد و نه آب نوشید، لذا ای بار اله شفاعت مرا در مورد این بنده قبول بکن. و یقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیه. و قرآن میگوید که من خواب را از چشمان ازی در شب دور کردم، و این بنده بود که در شب میخست قرآن میخوند، و شفاعت مرا در مورد ازی قبول کن. با زور رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که فیشفعان، شفاعت این دو در حق این بنده قبول می شود. این بنده ای که در روز روزه بوده و در شب قیام بوده و نماز می خوانده و قرآن می خوانده، الله متعال شفاعت این دو عبادت که قرآن خواندن و روزه گرفتن در حق این بنده قبول می کند، و این بنده را مورد رحمت و مغفرت خود قرار می دهد و شامل رحمت خود می کند و داخل جنت خود می کند. و همچنین از فضایل و برتری های روزه این است که روزه از جمله اعمال است که الله متعال گیرنده آن را، و کسی که این کار را می کند وعده به مغفرت و اجر عظیم نموده. در الله در آیه سوره احزاب، 35 سوره احزاب، الله متعال چند اعمال را ذکر میکند که از آن جمله روزه هم است، و می فرماید که ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. بعد از او در آخر آیه خدا تعالی می فرماید که اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. این کسانی که در این آیه ذکر شدن که آنها مسلمان، مردهای مسلمان و زنهای مسلمان، مردهای مؤمن و زنهای مؤمن، و همچنین کسایی که صدقه می دهند از مرد زن، کسایی که روزه می گیرند از مرد زن، و کسایی که قانتان خاشعین هستند از مرد و زن، جزا و اجر و پاداش از اونها چیست؟ این است که اعد الله لهم مغفرت و اجر عظیم. الله متعال برای اینها مغفرت و بخشش و اجر عظیمی وعده کرده در آخرت، که بخشش گناه هاست و اجر و پاداش عظیم در آخرت نصیب اینها میگردد. و همچنین از فضائل و برتری های روزه این است که روزه سبب بخشش گناه هاست. روزه عمل است که توسط ازی الله متعال گناه های بنده خود را می بخشد. امام بخاری رحمت الله علیه از حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه روایت میکند
که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن فتنه الرجل فی اهله و ولده و ماله و ولده و جاره تکفرها الصلاة والصدقة والأمر والنهي. فتنه انسان در اهل و مال و در ولدش که الله متعال توسط این چیزها انسان را در فتنه و در امتحان می اندازد، توسط اهل و توسط مال و توسط ولد و توسط همسایش که بر حقوقی بر از اینها بر بالای انسان هست، وقتی که در این حقوق تقصیر میکند مرتکب گناهی می شود، این گناه را الله متعال توسط نماز، روزه و صدقه و همچنین امر بالمعروف و نهی عن المنکر این گناه ها را الله متعال می بخشد. پس روزه از جمله عبادت هایی است که سبب بخشش گناه ها می گردد. و میزه و فضیلت و برتری دیگری روزه این است که روزه وقایه هست و حسن است و روزه دیوار است بین انسان و بین آتش جهنم، دیوار است بین انسان و بین شهوات، دیوار است بین انسان و در بین شهوات نفسانی و در بین امراض جسمی. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث متفق علیه که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت شده فرمودند که من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا. کسی که فقط یک روز در راه الله متعال روزه میگیرد، در حالی که او در راه الله متعال در جهاد برآمده، با وجودی که جهاد میکند با دشمن، روزه هم است، به خاطر این یک روز روزهش در راه الله متعال در وقت جهاد، الله متعال او را 70 سال از آتش جهنم روی از او را دور میکند. و همچنین در حدیث دیگری متفق علیه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند الصیام جنتون، روزه وقایه هست برای انسان، وقایه هست برای انسان از آتش جهنم، وقایه هست برای انسان از ارتکاب شهوات، وقایه هست برای انسان از ارتکاب معاصی و محرمات. و این فضیلتی بزرگی هم هست برای روزه و فضائل دیگری هم برای روزه از در احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان شده که بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه فضائل دیگری آن را خدمت شما بیان خواهم کرد. با ما باشید. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال دیگرشون این بود که در هنگام آشپزی اگر انسان اشتها کرد نسبت به اون چیزی که داره میپزه بدون اینکه بچشه یا بخوره، آیا نقص و خلل ایجاد میکنه در روزه؟ بله، چشیدن غذا برای خانم ها یا برای کسانی که آشپزی میکنن هیچ گونه اشکالی رو نداره. غذا رو بچشن، میزان نمک غذا رو، به شرط اینکه اون آب دهانشون رو نبرن. و موارد دیگر از این که اشتهای خوردن غذا دارند یا به تعبیر عامیانه که خانم ها یا آشپزان همیشه سیر می شوند از بوی غذا و شاید اشتهای به غذایی رو مثلا بعدن اون گونه که افراد دیگر داشتن این افراد نداشته باشند، اینها به هیچ عنوان تأثیری بر روزه ندارد. اشتهای خوردن غذا یا احساس کردن که سیر شده از بوی غذا به هیچ عنوان در روزه انسان ضرر و زیانی را وارد نمی کند و روزش کاملا صحیح است. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترامات مجدد خدمت شما بینندگان محترم و معزز هستم. قبل از میانه برنامه خدمت شما تعدادی از فضائل و برتری های روزه را در روشنای احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردم. و همچنین از فضائل و برتری های روزه این است که روزه سبب دخول انسان مسلمان می شود به جنت در روز قیامت، از یکی از ابواب جنت که به نام باب ریان هست. و جنت که الله متعال نصیب همه ما و شما کند دارای 8 دروازه است که یکی از دروازه های از او به نام باب ریان است. و این دروازه را الله متعال خاص گردانیده برای روزدارها، برای کسایی که در دنیا روزه می گرفتند در روز قیامت صدا زده می شوند و از این دروازه داخل جنت می گردند.
امام بخاری رحمت الله علیه از حضرت سهل بن سعید روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند فی الجنة ثمانیه ابواب، جنت دارای 8 دروازه هست، فیها باب یسمى الریان، یکی از دروازه های جنت نامش باب الریان هست، لا يدخله الا الصائمون، از این دروازه جز روزه داران کسی دیگری داخل نمی شود، چون ریان از ری گرفته شده به معنای سیرابی هست و چون اینها در دنیا به خاطر الله متعال خود را تشنه نگاه کردند با گرفتن روزه، در روز قیامت از این دروازه، دروازه سیرابی داخل کرده می شوند. و همچنین در حدیث دیگری متفق علیه آمده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند ان فی الجنة بابا یقال له ریان، در جنت دروازه است که نامش ریان هست، یدخل منه الصائمون یوم القیامه، کسایی که در دنیا روزه بودند روزگیرها در روز قیامت از این دروازه داخل کرده می شوند، لا یدخل منه احد غیرهم، جز اینها کسی دیگری از این دروازه داخل نمی شود. و در روایت دیگری آمده که ملائکه ها صدا می زنند که این الصائمون، صائمین روزدارها کجا هستند، کسایی که در دنیا روزه می گرفتند آنها کجا هستند، وقتی که آنها جمع می شوند از این دروازه داخل کرده می شوند، وقتی که داخل شدند باز این دروازه درش بند کرده می شود، این دروازه بسته می شود و جز آنها کسی دیگری از این دروازه وارد جنت نمی شود. و فضیلت و برتری دیگری از فضائل روزه این است که روزه سبب فرحت و خوشی و سبب سعادت انسان هم در دنیا و هم در آخرت می گردد. روزه هست که سبب از این می شود که هم انسان در دنیا خوش شود، هم در دنیا سعادت مند شود و هم در آخرت خوشی و سعادت مندی نصیبی از او گردد. در حدیث متفق علیه آمده از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند للصائم فرحتان، روزدار دو خوشی نصیبی از او میگردد، روزدار برای از او دو خوشی نصیبش میگردد، فرحت عند فطره و فرحت عند لقاء ربه، یا خوشی در وقتی نصیبی از او میگردد که او افطار میکند، چون وقتی که افطار میکند سیراب میشود و شکمش سیر میشود و از نان و عذاب سیر میکند، خوشی داخلی خوشی و مسرتی نصیبی از او میگردد و او خوش میشود، و فرحت عند لقاء ربه، و خوشی دومش سعادت مندی دومش روز است که او در روز قیامت با پروردگارش ملاقی میشود در روز حساب، وقتی که اجر عظیم را در صحیفه اعمال خود نگاه میکند که به خاطر روزهش این اجر عظیم و این ثواب بزرگ نصیبی از او شده، در صحیفه اعمالش نوشته شده، در روز هم خوشی و سعادت مندی و نصیبی از این شخص، از این بنده روزدار می شود. و همچنین از فضائل و برتری های روزه این است که حتی بدبویی دن روزدار در نزد الله متعال از بوی مسک هم، از بوی عطر مسک هم خوشگوارتر و منزلت و مقامش بالاتر هست. در حدیث متفق علیه آمده از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند والذی نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک، قسم به ذاتی که نفس محمد به دست از او هست، هر آینه بدبوهی دنی انسان مسلمان روزدار بهتر است یا درجه و مقامش بالاتر هست در نزد الله متعال از بوی عطر مسک هم کرده درجه و مقام از او بالاتر است. و همچنین از جمله فضائل روزه این است که روزه عبادت است که توسط از اخلاقهای نفسی، اخلاقهای قلبی بد از انسان دور می شود، مانند کینه و امراض قلبی و حسد و دیگر امراض قلبی که انسان به او مبتلا می شود، توسط روزه این امراض قلبی از انسان دور می شود، امراض کینه و امراض حسد و مرض کینه و مرض حسد و مرض حقد و مرض بدبینی مسلمان، و این امراضی که احیانا
قلب انسان مسلمان به او مبتلا می شود، توسط روزه این امراض از قلب انسان دور می شود. امام بزار رحمت الله علیه در مجمع الزوائد و همچنین امام منذری رحمت الله علیه در ترغیب و ترهیب از حضرت ابن عباس، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کردند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. روزه گرفتن ماه صبر که مراد از او ماه مبارک رمضان است، روزه گرفتن ماه مبارک رمضان و همچنین روزه گرفتن سه روزی از هر ماه که ایام بیض هست، روزه گرفتن 13 و 14 و 15 هر ماه، یذهبنا وحر الصدر، این کار دور میکند از انسان حقد و غش و نفاق قلبی را. و حر صدر مرض های قلبی، مرض های معنوی قلبی را از انسان دور میکند که نفاق هست، نفاق قلبی یا حقد هست، بدبینی مسلمان است یا کینه هست، بغض عداوت برای مسلمان است. این امراضی که احیانا قلب انسانی مسلمان به او مبتلا می شود، توسط روزه ماه مبارک رمضان و روزه سه روزی از هر ماه ایام بیز، این امراض از دل انسان دور می شود و الله متعال بر انسان مسلمان قلبی پاک و قلبی صاف می بخشد. و همچنین از جمله فضائل و برتری های روزه این است که الله متعال این روزه را سبب کفاره بعضی از جرائمی گردانده که انسان او را مرتکب می شود و این دلالت میکند بر بزرگ بودن شأن این روزه و دلالت میکند به برتری و فضیلت این روزه. از جمله این آنچه که روزه کفاره قرار داده شده این است که وقتی که انسان در حج مرتکب بعضی محظورات احرام می شود، باید روزه بگیرد و توسط روزه این ارتکاب محرمات را تلافی می کند. الله تعالی می فرماید که ففدیه من صیام او صدقه او نسک. کسی که مرتکب جریمه در حج می شود، تلافی از او این است که باید فدیه بدهد. که فدیهش چی است؟ یا روزه بگیرد یا صدقه بدهد یا قربانی بدهد، که این سه کار یکی از این را بکند. با کردن این سه کار، یکی از این سه کار، آنچه که او در وقت احرام خود مرتکب شده او تلافی می شود و بجا می شود. و همچنین کسی که مرتکب قتل خطا می شود، کسی انسانی مسلمانی را به طور خطا قتل می کند، کفارش این است که باید دو ماه روزه بگیرد. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین. کسی که قتل خطا را مرتکب می شود، اگر پیسه ندارد غلام را آزاد کند، اگر پیسه ندارد، پول ندارد که 60 مسکین را طعام بدهد، باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد. و همچنین کسی که قسم ناحق میخورد و باید سه روز روزه بگیرد. فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام ذلك کفاره ایمانکم اذا حلفتم. کسی که قسم ناحق خورد، سه مسکین را باید طعام بدهد. اگر این را نتانست، سه روز روزه گرفته، باید سه روز روزه بگیرد و با این گرفتن سه روز روزه کفاره ایمانکم، این کفاره قسم شماست وقتی که شما قسم میخورید. و همچنین اگر کسی زهار مرتکب زهار می شود، خانم خود را با مادر خود شباهت می دهد، در صورت هم یکی از کفارهای از او این است که باید دو ماه روزه بگیرد. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماس. اگر نتونست که این شخصی که مرتکب زهار شد، نتونست که 60 مسکین را طعام بدهد، نتونست که غلامی آزاد کند، دو ماه پی در پی باید روزه بگیرد پیش از اینکه با خانمش پیش می شود. و همچنین کسی که حج تمتع یا قران میکند که بر بالای از او هدی واجب میگردد، اگر دادن این هدی یا استطاعتی از او ندارد، روزه قائم مقامی از او می شود. فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم. کسی که قدرت دادن هدی را نداشت، قربانی را نداشت، پس باید چه کند؟ سه روز در ایام حج روزه بگیرد و 7 روز بعد از اینکه از حج برگشت، 10 روز باید روزه بگیرد. این گرفتن 10 روز قائم مقامی دادن یک قربانی میگردد و اینها همه دلالت میکند به برتری این عمل جلیل و این عمل بزرگ.
و همچنین آنچه که دلالت به برتری و فضیلت روزه میکند او این است که روزه سبب مغفرت و بخشایش گناه میگردد و این افضلترین و بهترین و برترین فضیلت روزه هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که رمضان را، ماه رمضان را با از روی ایمانداری و از روی کسب اجر و ثواب روزه میگیرد، به خاطر از این روزه میگیرد که ایمان به این دارد، ایمان به الله متعال دارد، ایمان به این دارد که روزه رکن چهارم از اسلام هست و گرفتن از او فرض هست و همچنین محتسب است، اجر و ثواب از او را فقط از الله متعال میخواد، اخلاص دارد. نتیجه چی است؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، گناهایی که قبل از رمضان کرده توسط این روزه بخشوده می شود و این برتری بزرگ برای این عبادت جلیل و بزرگ است. و همچنین در حدیث دیگری آمده که رمضان تا رمضان دیگر بخشنده ما گناه های است که در مابین این دو رمضان انسان مسلمان مرتکب می شود و الله متعال برای ما شما توفیق بدهد که از جمله صائمینی باشیم که الله متعال در روز قیامت ما را از باب ریان داخل جنت کند و این فضائل و برتری ها و مغفرت گناه را نصیب ما گرداند. در اینجا وقت برنامه ما به پایان رسیده، تا به قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.